بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إما يجلسي قرآن بواد إما زري رحمن بواد إن جاي حافظان بواد بادا مبارك باشما. این مجلسی قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد، بارك وسلم وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نصركم الله از هر آینه نصرت کرد الله متعال شما را به بدر در بدر. بدر براتون گفتم ها صحیح؟ و انتم اذل، در حالی که شما کم بودین، ضعیف بودین. فاتقوا الله، پس بترسید از الله، لعلکم تشکرون، تا که شما شکران نعمت الله را ادا بکنین. که با تعداد بسیار کمتان که هیچ چیز نبودین، یک لشکر دادند آن مسلح وقت را شکست داد. استقولو ربط میگیره گفتم دو تعلق، یا بعض همت و اید غدوتا و یا هم بلقد و نصرکم الله. خصایی قول امیز که دا ولقد نصرکم الله. استقولو وقتی که گفت به شما الله متعال، ملائکه آمد براتون گفت که به مؤمنین ایدیات کو تقولو که گفتی توی محمد علیه السلام للمؤمنین به مسلمان ها علی یکفیکم، آیا کافی نیست به شما که مدد بکنه شما را؟ ایومیدکم، مدد کنه ربکم پروردگارتان، به ثلاثت آلاف من الملائکت، به 3000 از ملائکه منزلین نازل کرده شده. بلا، بلکه کافیست. این تصبیرو از این قدر بیشتر هم میشه. این تصبیرو اگر شما صبر کردین، در مقابل طاعت الله شکر کردین که شما هیچ چیز نبودین، ولی الله شما را کمک کرد. و تتقو و تقوا حاصل کردین، از خدا ترسیدین. و یعتوکم، میای به شما من فورهم، از بعد ازی، از فور ازی، از بالا. یمددکم، هذا اینمی ملائکه یمددکم که شما را کمک میکنه، بخیر ربکم پروردگارتان، بخمسه آلاف من الملائکه، با 5000 از ملائکه مسومین، کلش مسوم. مسوم را علما میگه از علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه میگه که سیمای ملائکه در روز بدر مثل صوف البیضا بود، ابیض بود، مثل امی پشم سفید واره سفید میزد از نور، از چیز امی سیمای ملائکه. ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل است از او که گویا سیمای ملائکه مرادش است که متعمم بودن، عمامه داشتن با عمامه سودا سیاه. و در جنگ حنین میگه که عمامه های سرخ داشتن. من الملائکه مسومین و ما جعله الله، نگردانید الله متعال امیارا امین نزول ملائکه را به شما، الا بشرا، مگر خوشخبری لکم به شما، ولی تطمئن قلوبکم، تا که شما محکم شوه، مطمئن شوه قلب هایتان. الله محکم کنه، مطمئن کنه به اساس اینمی ملائکه قلب هایتان را. و او طرف بر ما یک جای دیگه تیر شد و باز هم میگه که شما را در چشم دشمن چیز زیاد نشان داد و دشمن را که همه قدر سه برابرتان بود در چشم شما کم نشان داد. و به سوره انفال در سر پاریده انشاءالله العزیز باز برتان ما اشاره میکنم. و ما جعله الله، الله نگردانید امی آمدن ملائکه را، الا مگر گردانید بشرا، بشارت لکم بشما، ولی تطمئن قلوبکم، تا که مطمئن شوه قلب هایتان بهی، بمی بشارت ببشرا. و من نصر، نیست هیچ نمک کمک الا من عند الله، مگر از طرف الله. هر نصرتی که هست از طرف الله هست. الله العزیز، امو اللهی که غالب است، الحکیم، هر کارش بسنجش است، لیقطع طرفا، تا که هلاک کنه، یقطع یهلک، تا که هلاک کنه به اساس از امین نصرت خود طرفاً امتاً، یک امتی را از طرف چی میگیریم؟ مردم میگیریم. من الذین کفروا، از کسانانی که کافر شدن، او یکبتهم یا او یخزیهم، اینا را رشوا و رسوا کنه و پشت سر ببرشان، فینقلبوا خائبین، بر بگردن به پشت سر خائب، نا امید، خاسر، ناکام. لیس لک، نیست بر توی پیغمبر علیه الصلاة و السلام، من الامر شیئون،
اعظمی امر هی چیزه او یتوب علیهم یکی اونا توبه بکنن یا یکی توبه بکنن او یعذبه هم یا الله اونا را عذاب بکنن فاینده هم ظالمون پس ایشان ظالم هستن. یاد میگه چه وقت نازل شد؟ چندین سبب برازی میگن خواه؟ کلش بر میگرده به یک سبب. امو سببه که الله پیامبر علیه السلام زمانی که دندان مبارک شهید شد در غزوه احد، یعنی بر میگرده قصه پس به کجا؟ به غزوه احد. زمانی که دندان پیغمبر شهید شد، پیامبر علیه السلام گفت که یا الله چی باشه بالی از او قوم، جزای از او قوم که نبیشان دعوتشان میکرد و او دعوت نبی را لبیک نگفتن بلکه چی کردن؟ دندانش و روش خونالود کردن. لیس لک من الامر شوی، نیست پیغمبر به تو من الامر از امور بنده، صحیح از حکم شیئون هیچ چیزی از کارهای بنده من است. او یتوب علیهم یا یک قبول توبه میکنه ازشان، او یعذبهم یا اونا را عذاب میکنه فاینهم ظالمون پس ایشان چیستن؟ ظالم هستن. در حدیثی تو میای خواه؟ در حدیث میای که بنده گناه میکنه او طرف هم برتون میای انشاءالله تعالی کمک پایینتر در او جمع شد انشاءالله برتون شاره خواهد کردم. بنده گناه میکنه، یک گناه توبه میکنه و میگه که الله گناه مرا مغفرت بکو. الله متعال به ملائکه میگه ببینین بنده مرا که گناه کرد و فهمید که هیچ کسی نیست که بخشش کنه گناهایش مگر ما، پس شما شاهد باشین که ما گناه از بنده خود بخشیدم. باز امی بنده دیگر روز دیگر گناه از پیشش میشه، باز توبه میکنه، باز الله میگه که ببینین این بنده مرا که گناه کرد و ناامید از هر کس شد و فهمید که غیر از اما هیچ کس دیگه گناهش بخشیده نمیتونم، پس ما بخشیدمش. بالاخره تا وقتی که میمیره هزارا گناه را مرتکب میشه ولی توبه میکنه الله گناهش میبخشه. پس هر وقتی که گناه از پیش شد رجوع به کی بکو؟ به الله. از هر کس دیگه امیدت قطع میشه، از الله امیدت قطع نشه. فانهم ظالمون پس ایشان ظالم هستند. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و از خاص از آن الله هست آن چیزی که از در آسمان ها و زمین، یغفر و میبخشد من یشاء به هر کسی که بخواه و یعذب من یشاء و عذاب میکنه هر کسی را که بخواه و الله غفور و رحیم و امی قسم الله بخشاینده و مهربان است. روایت بخاری از سالم از پدرش روایت میکنه که شنید از پیامبر علیه السلام وقتی که بلند میشد سر خود از رکوع در رکعت دوم نماز فجر که ما به نام قنوت نازله میگیم. به نام چی میگیم؟ قنوت نازله میگیم. در قنوت نازله یک روایت تو میگه که پیامبر علیه السلام دعای بد کرد، اللهم لعن فلانا و فلانا، فلان فلانا یا الله تو لعنت بکو قتل بکو و فلان فلان رحمت کو. بعد از او یک روایت میگه که لیس لک من الامر شیئون او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون چی شد؟ نازل شد که نه قبول توبه و لعنت کردن کلش به کیستا؟ مربوط به الله هست. برمیگرده دوباره به حکمی که در پاره سه بر ما تیر شده بود مفصل در مسئله سود و سودخوری، صحیح؟ اینجا الله متعال به قاعده عام تمام مسلمان ها را از سودخوری دوباره منع میکنه. یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که شما ایمان آوردین، لا تاکلوا الربا نخورین سود را اضعافا مضاعفات چندین چند. در زمان جاهلیت عمی بود که وقتی که پول مثلا ما با همسنفیتم ذری فلا قرض دادم، باز خدا نخواسته بلا تشبیه علی عزب الله، باز وقتی در وقتش که پول مرا نداده بود میگفتم که یا پول مرا بده و یا همسر عجل، او میگفت که سر مده زیاد بکو، عجلش تمدید بکو وقتش، و من میگفتم که عجلش را تمدید میکنم تو دیگه پول مرا باز زیاد بده، صدر پی دیگه هم چی بده؟ افزود بکو. پس امی مانده بود الله متعال از اضعاف و مضاعفه مسلمان ها را منع کرد که شما اوش کنین سودخوری نکنین. قرض حسنه به کسی که دادی به سود نمیتی. لا تاکلوا الربا نخورین سود را اضعافا مضاعفه به چندین چند و اتقوا الله. و این طرف ترجمه به خاطر بر ما آسان میشه که اکثر احکام و لغات آیات چی میه؟ تکرار میه. دیگه او طرف باز قصه را ما تکرار نمی کنیم الا سبب نزولی که کدامش ضرور بود میگیم. دیگه باز امیتور می رویم به اون خاطر انشاءالله العزیز مطمئن باشین که اگر از وقت خود یک چهار پنج روز او طرف بریم انشاءالله دیگه زیاد نبینیم، خلاص میکنیم. خب روز میشه که انشاءالله یک بار خود خواندیم انشاءالله. و اتقوا الله بترسید از خدا، لعلکم تفلحون تا که بالای شما، لعلکم تا که شود شما تفلحون کامیاب شوین. چه وقت کامیاب میشی؟ وقتی که سود، اگر سودخور بودی سودخوری را ترک بکنی، اگر تارک نماز بودی نماز بخوانی، یعنی هر احکام الهی را که نکرده بودی این وقتی که تو را انجام میتی و از همه منهیات الهی خودداری میکنی امید است که تو باز کامیاب استی.
واتقوا النار، اگنه که شما باز هم سودخوری میکنین بترسید از آتش که التی اعیدت، امو آتش که آماده شده با کی؟ للکافرین، با کافرها. اعیدت للمتقین، اعیدت للکافرین. جنت میه که آماده شده با متقین و دوزخ میه که اعیدت للکافرین. بار بار برتان گفتم کسایی که نه آماده باشه برادرها، پس اعیدت امیره بر ما افاده میکنه که جنت دوزخ فعلا موجود است. فعلا چیسته؟ موجود است. به خاطر که الله متعال به لفظ ماضی از او تعبیر میکنه، اعیدت آماده کرده شده. پس مثلا که اهل سنت و جماعت امی است که دوزخ هم فعلا است و جنت هم فعلا است. معتزله میگه نه، نه جنت فعلا هست و نه هم دوزخ فعلا است. و اطیع الله، شما اطاعت بکنین در همه امورتون از الله و رسول، و اطاعت بکنین از کی؟ از پیغمبر. لعلکم ترحمون، تا که بالای شما رحم شوه. اگر اطاعت میخواین که بالایتان رحمت الله ارزانی شوه، پس دو قید میمانه، اطیع الله و اطیع الرسول. و سارعو، شما تیزی بکنین الى مغفرت من ربکم، با مغفرت بخشش از طرف پروردگارتان. و جنت ناردوها، و بخواین جنت را که تیزی بکنین به طرف جنت که است برای از آسمان، با جنت با اندازه آسمان، از سماوات و آسمان ها و الارض و زمین. اعیدت آماده کرده شده، للمتقین، بر متقین. امام بزار در مسند حدیث خود، کتاب حدیث داره، روایت میکنه از ابو هریره رضی الله تعالی عنه، میگه آمد یک مرد پیش پیامبر علیه السلام و گفت، پس گفت ارایت قوله تعالی، آیا تو میبینی قول الله متعالی که میگه و جنت عرضها کعرض السما، عرضها السماوات و الارض. یا در سوره حدید پاره 27 میگه که عرضها کعرض السما، عرضش برابر عرض آسمان است. این چی معنا داره؟ فا این النار، پس هر وقتی که اگر عرض جنت همه قسم باشه که به اندازه آسمان ها و زمین، هفت آسمان و هفت طبقه زمین کلش را جنت بگیره، عین النار، خی دوزخ ده کجاست؟ یعنی دوزخ ایمانا که وجود نداره، دوزخ در بین چی باید باشه؟ جنت باشه. پیامبر ما علیه السلام چقدر خوب اول یک دلیل عقلی برش میگه، قال گفت ارایت اللیل، آیا تو میبینی شب را؟ اذا جاء ار وقتی که بیای شب، لیس کله شی، آیا کلش یک چیز نمی باشه؟ او گفت ها وقتی که شب بیاد دیگه میبینیم که از این طرف که سعی کنید تا اون طرف کلش تاریکی است، کلش تاریکی. پیامبر علیه السلام گفت که فا این النهار، پس وقتی که شب بیاد روز خی کجاست؟ صحیح است؟ پس وقتی که شب آمد روز کجاست؟ فا این النهار، قال گفت حیث شاء الله، هر جایی که الله بخواه اموجه روز است. پس الله پیامبر علیه السلام گفت که هر جایی که الله خواست اموجه دوزخ است. صحیح است؟ پس بودن موقع جنت و دوزخ هم به علم کی تعلق داره؟ به علم الله. هر جایی که خواسته اموج دوزخ است. بعد از اون فکذالک النار حیث شاء الله، امی قسم دوزخ است هر جایی که بخواه. ایره ابن کثیر میگه که دو احتمال داره. چند احتمال؟ دو احتمال داره. از قول پیامبر علیه السلام دو احتمال داره. احتمال اولی که لا یلزم من عدم، از عدم ازی، مثل که از عدم شب، عدم روز، عدم دیدن شب، عدم نبودن روز متصور نمیشه. پس ایجا وقتی که از بودن جنت که به اندازه آسمان ها و زمین است، ایجا نبودن نار چی نمیشه؟ تصور نمیشه. صحیح است؟ هر وقتی که روز بیا، الله یکون فی مکان، که نباشه در یک جای. و این کانا، اگر چه هست اردو، لا نعلمه، ما نمیفهمیم که روز در کجاست، شب در کجا. حالا ما اینم اصلیم در روز، ولی نمیفهمیم که شب در کجا قرار داره. خب الله علم یاره. پس امی دنیا را سر ما چی می سازه؟ شب تاریک می سازه. و دوم تأویلش ایست که ان النهار اذا تغشا وجه العالم، هر وقتی که روز بپوشانه وجه تمام عالم را بروشنی من جانب از یک طرف، قال اللیل یکون فی جانب آخر، باز شب به دیگر طرف میه. طبیعی است که ما همیشه می بینیم که وقتی که آفتاب غروب میکنه، شب از طرف کجا؟ از طرف شرق، از اون جایی که آفتاب برآمدنه شرق است، از این طرف آفتاب میبره. با کدام طرف میشینه؟ به طرف غرب. پس هر وقتی که این طرف غروب کده، آفتاب شش، آستاستا تاریکی از این طرف، پس چی میشه؟ آماده میره تا که کل روزه بگیره. پس یک طرفش که شب بود، دیگر طرف روز. پس از این معلوم میشه که الله متعال در فوق سبع سماوات، در زیر عرش خود جنت را آماده کرده، و در سجین، در اسفل سافرین، در اونجا دوزخ آماده کرده. میگه ای هم از این معلوم میشه. و ای تعبیرش خوبترین تعبیر ابن کثیر است که هر دو تعبیرش خوب است. یعنی تعبیرش کاملا بر آدم چی میشه؟
ذهن فهم میشه. پس جنت هم امی رقم است که هر وقتی که الله را آماده کرده در اعلی العلیین، در بالای سبع سماوات و سقف جنت عرش الله هست. عرش بلا کیف الله هست که ما کیفیتش پیش گفتیم گپ زدن نمیتونیم. و سجین در کجاست؟ در اسفل سافرین، هفت طبقه زمین که خلاص میشه زیر از او با سجین است. و سجین رو برتون گفته بودم که ساینسدان ها کوشش کردن که امو عمق آخری زمین معلوم بکنن، بالاخره چه کندن؟ 12,000 کیلومتر کندن. بالاخره گفتن که این همی چیست؟ آخری عمق زمین است. والله اعلم. گپ از واز دیگه الذين ينفقون وعرضها كجنة وعمي جنتك عرضها السماوات عرضش آسمانها وزمين است. اعدت آماده کرده شده به متقین. الذين متقین کیستا ده اینجا کزانی که ينفقون خرج میکنن فی السراء والضراء هم در آسانی و هم در مشکل. اگر پیسه زیاد داشت زیاد میتا، اگر کم داشت کم میتا. پس این معنانش که اگر زیاد داشت میتا، اگر کم داشت نه. فی السراء هم در آسانی و ضراء و هم در سختی. والکاظمین الغیظ دیگه متقی همیشه قهر خود را میخوره، هیچ وقت قهر نکنین. خب پیش پیامبر علیه الصلاۃ والسلام یک کس میگه یا رسول الله اوصینی، مرا وصیت بکو. پیامبر علیه الصلاۃ والسلام اول برش میگه لا تغضب، غضب نشو. این مرد که فکر میکنه که خب ما از چقدر گپای دیگه اینا گفتم نصیحت بکو، بر من گفت لا تغضب، ممکن فکرش نشده باشه. تال میتا بعدر دوباره پرسان میکنه که یا رسول الله اوصینی، مرا وصیت بکو، نصیحت بکو. میگه لا تغضب، تو غضب نشو. بعضی صحابه چپ میشن. مرتبه سوم باز از پیامبر علیه الصلاۃ والسلام پرسان میکنه که اوصینی یا رسول الله. میگه لا تغضب، غضب نکو. از خاطر که موتو اگر به غضب ناحق دوچار شدیم، شیطان در وقت غضب خامخواه سر موتو مسلط میشه. هم زبان موتو از کنترل میبرایه، هم دست موتو از کنترل میبرایه، هم قلب موتو از کنترل میبرایه، هم چشم موتو از کنترل میبرایه که میبینیم، هم دست ما، هم گوش ما که میشنویم از طرف مقابل، هم زبان ما که گفتار میکنیم، هم قلب ما که غلیان است. غضب چی است؟ جوش خون است، گرم شده. پس در اینجا پیامبر علیه الصلاه و السلام برای ما دیگه حدیث مهربانی میکنه که هر وقتی هر کدامتون قهر شدین بگوین که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پس شیطان از پیشتان میره به خاطر که در وقت قهر خامخواه از کیش زیاد تسلط است؟ از شیطان. پس اگر استاده بودی در وقت قهر بشی، اگر ششته بودی بخه، اگر با یک پلی بودی به دیگر طرف، خامخواه جای تا تغییر بده. این را پیامبر علیه الصلاه و السلام بیش از 1400 سال پیش به موتو توصیه میکنه. آل تپ میگه زمانی که به خاطر که اگر تو استاده بودی قهر کردی ششتی، عمو غلیان و جوش خونی که آمده و تو را به این منفجر میسازه که باید عکس العمل نشان بدی، او چی میکنه؟ میشینه، حرکت میکنه و دیگر طرف میره. اگر ششته بودی خیستی، باز هم از او حرکتش تغییر میخوره. اگر یک طرف و دیگر طرف یا راه برو یک طرف شو، خامخواه عمو غلیان جوش خونت که حتی امکان داره اگر فشار خون داشته باشی رگهای عصبیت را بکفانه، عمو با کنترل میآید. پس ببین که پیامبر علیه الصلاه و السلام او قدر پیش بر ما میگه که لا تغضب. پس همیشه از غضب خودداری بکنین، همیشه کوشش بکنین که غضب نشین. غضب هم براتون گفته بودم که الله متعال در وجود موتون هاده، ولی به خاطر جلب منا، به خاطر دفع مضرات، به خاطر که اگر کسی سر حق موتو پامال میکنه، موتو توسط اینمی غضب، پس چی میکنیم؟ حق خدا گرفته میتونیم. سه قوه را گفته بودیم که الله در وجود هر کدام منهاده، یکی قوه عقل که به خاطر تفکیک بین خیر و شر بود، بین خوب و بد. دوم قوه شهوت بود که به خاطر جلب منافع بود. خامخا با موتو جلب منافع تشنه شدی، آب میخوای، نان میخوای، جوان شدی، زن میگیری، پس کلش برات منافع را چه میکنه؟ تشویقت میکنه. و امی قسم قوه غضب، دوباره تکرار برتان کردم، به خاطر که قوای غضب را نهاده تا که موتو دفع مضرات از خود بکنیم. اگر کسی حق موتو را ضایع میکنه، سر ناموس موتو تجاوز میکنه، سر کشور موتو تجاوز میکنه، سر دین موتو تجاوز میکنه، سر مال موتو تجاوز میکنه، با بینمی قوای غضب موتو را از خود چی میکنیم؟ دفع میکنیم. دیگه از عادت از یکی است والکاظمین الغیظ که میخورن پوت میکنن. کاظم اصل خورده میگه، پوت کننده قهر خود هستند، قهر خود را میشانن. والعافین عن الناس عفو میکنه از مردم. اگر مردم سر ظلم هم کرد، خیر تو عفو بکو، تو چی بکو؟ عفو بکو. پیامبر علیه الصلاۃ والسلام برام مهربانی میکنه، میگه سل من قطعک، تو وصل بکو با کسی که او از تو قطع میکنه.
صل من قطعك، وعفو عمن ظلمك، وعفو بكو در مقابل کسی که بالای تو ظلم کرده، و احسن الى من اساء الیک، و نیکی بکو امرای کسی که به تو چی میکنه؟ بدی میکنه. بسیار عادت خراب از ما در عرف ما امی است که همیشه کسی که برات بدی کرد باز تو میگه که بدی را باید به بدی جواب بده. نه، بدی را باید به نیکی جواب بده. بدی را به نیکی جواب بده. حتی کافر که برات بدی کرد اول دعوتش میکنه، اگر دعوت تا قبول نکرد بی کوشش، پس کشتن کافر هم به تو نیکی است که میکنه در برش، به خاطر که خودش و مسلمانان را اشر از او چی میکنه؟ خلاص میکنه. پس همیشه کوشش بکنین که عفو کننده باشین، نه انتقام گیرنده. ولا عافینا عن الناس والله الله کس يحب المحسنين، دوست داره نیکوکارا را. والذین دیگه از عادت متقین است که اذا فعلوا فاحشه، هر وقتی که انجام بدن یک کار بد را، فاحشه کار بد، به حیای گناه مرادش، و ظلموا انفسهم، و ظلم کنن بالای خود، ذکر الله، بازیات میکنن الله را، فاستغفروا، پس طلب بخشش میخواین، بذنوبهم، به گناهایشان، و من یغفر الذنوب الا الله، و کیست که ببخشه گناه را غیر از الله. امید است که من حدیث براتون روایت کردم که گفتم که پیامبر علیه الصلاه و السلام میگه، حدیث صحیح است که یک بنده ما گناه میکنه توبه میکنه، الله میگه که بنده ما بمی امید گناه کرده که غیر ما دیگه کس گناهش بخشیده نمیتونه، پس پای گناهش بخشیدم، بالاخره دیگه گناه میکنه، دیگه گناه میکنه، نه اینکه یک گناه را تکرار بکنه. انسان از دیگه گناه از پیشش میشه، دیگه گناه از پیش میشه. اگر هزار هزار گناه هم از پیش چت توبه بکو، الله میبخشه. هیچ وقت توبه را تاخیر نکو. یک وسوسه شیطان به موتو امی است که اگر موتو گناه کردیم باز میگه که برو علی گناه را کردی، خیر از باز پسان وقتی که پیر شدی توبه بکو. صحیح است؟ وقتی که ریش سفید شدی باز حج بکو، آل حج نگاه کردن نمیتونی. باز آل خوی کار کردن نمیتونی، باز ریش سفید شدی. معلوم نیست که تا چه وقتی زنده است یا مرده. امی قسم اگر گناه زیاد سرت شد، باز شیطان از دیگر آمیه. شیطان برات میگه که یک گناه کردی، دو گناه کردی، اینقدر گناه کردی پیش خودت توبه میکنی، ایش توبه نکو خلاص. اگه بخشیدت علیه عزبالله بخشید، اگه نبخشیدت نبخشیدت. پس توبه را از موتو تأخیر میکنه. نه، تأخیر در توبه خودش گناه هست. هر وقتی که گناه شد شب روز دفتن به الله رجوع بکن، و مطمئن باش که الله توبه تا توبه نصوح باشه، توبه صاف و صادق باشه، با شروط توبه برابر باشه، الله توبه تا قبول میکنه و از او گناه تر پرسان نمیکنه. و من کیست یغفر الذنوب، که ببخشه گناه ها را، الا خو مگر از فقط الله، یک الله بخشاینده گناه، فقط یک الله هست. کسی دیگه گناه موت را بخشیده نمیتونه، زیارت نمیتونه، ولی نمیتونه، پیغمبر نمیتونه. دعا بر موت پیغمبر کرده، ولی گناه موت را چیست؟ فاستغفروا لذنوبهم، و پیغمبر میگه تو طلب بخشش بکو از گناه هایشان. فقط یگانه کسی گناه را میبخشه کیست؟ الله هست. ولم یسروا، دیگه قید میمونن که باید دیگه اصرار به گناه نکو. یک بار که گناه کردی توبه کردی، این گناه را دیگه تکرار نکو. اگر دیگه گناه سهو و خطا است پیش چت، ولی گناه را قصدن نکو. قصدن یا گناه را انجام دادن باز گناه کبیره است. علاما فعلوا، اصرار نمیکنن به آن چیزی که انجام دادن. و هم یعلمون، و میدانن که من تاب تاب الله علیه، و هم یعلمون بسیار خوب تفسیر میکنن ها، من تاب تاب الله علیه، هر کسی که توبه کرد الله توبهش قبول میکنه. و هم یعلمون، و میدانند که هر کی توبه کرد الله توبهش قبول میکنه. امی گروه صفاتاشون که تیر شد، اولئک جزاؤهم، اینا گروه هستند، کسایی هستند که جزاؤهم پاداش نیکشان است، الله اینا را پاداش میده، مغفرت من ربهم، پاداش است، بخشش گناه هایشان است از طرف پروردگارشان، و جنات، و در مقابل جنت های برشان میده، من تحت الانهار، الله اکبر، من تحت الانهار، که زیر هر قصر و هر باغشهشان امو چارجوی مشهور میروه، خالدین فیها، همیشه هستند در جنات، و نعم اجر العاملین، و بسیار نیک است، چقدر نیک است پاداش کسی که در دنیا عمل نیک کردن. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. پس برگشت به قصه احد، پس تتمه چی آمد؟ قصه احد. ما گفتم که میره قرآن کریم اجازش است، یک طرف به خاطر که امی رفع خستگی تفروت هم شود در قصه، میره پس باز با قصه دیگه پس میره. قد خلت، به تحقیق پیس گذاشته، الله متعال مخاطب میکنه به این مؤمنین را که آن چی که رسیدین شما به شما در احد دی غمگین نباشین. اگر پیغمبرتان دندان شکست، رویش خون شد، اگر شهید هم میشد،
شما باید از این رایتان بر نمیگشتین. الله متعال شما ببینین که از دیگه پیغمبرا را شهید شد. ما براتون گفتم که بنی اسرائیل در یک روز چقدر شهید کرد؟ 360 پیغمبر را در یک وقت صبح شهید کرد. زکریا و یحیی علیهم السلام را در یک جا پدر و بچه را شهید کردند. بسیار زیاد هزارا پیغمبر را اونا شهید کردند. دیگه تو نشد که امتاشان باز راه پیغمبر را ترک کنه. اگر پیغمبر در جنگ احد شهید نشد، امکان داره دیگه وقت به مرگ خود بمره، حال که باز قصهش بر ما وفات شوه او خامخواه و زنده نمیمونه همیشه، یا ای که شهید شوه. دیگه آیا شما پشت سر میگردین؟ نه، شما خود تاریخ دیدین، امتهای گذشته را معلوم کردین، دیدین و شما تاریخ قصه کرده که اگر پیغمبر شهید شد، خدای پیغمبر است. فإن الله حی لا يموت، راه پیغمبر ادامه داره. پس ایره به موتو هم میگه زمانی که با یک قائد با یک رهبر در یک میدان جهاد رفتیم بیعت کردیم، اگر قماندان کشته میشه افرادش باید شکست نکنه، اگر رهبر کشته میشه افرادش باید شکست نکنه. پشت سر رهبر میره به خاطری که رهبر او فقط راه را برش نشان داده، به او چی کرده؟ به او بیعت کرده. اما این نیست که این راه فقط منحصر به رهبر باشه، این دنبال فکر میره، دنبال اندیشه میره و خود یک مکتب تعیین میکنه. ما بین این مکتب میرم، در این مکتب خدا کنه که امسال مدیرش یکی است، به سال دیگه شود، دیگه سال دیگه شود، من صنف 12 را دمیجا چه میکنم؟ خلاص میکنم. پس تغییر شدن یا مردن مدیر مکتب سبب نمیشه که بچه چی کنه؟ تحصیل خدا یا تعلیم خدا ایلا بتن. پس از بین رفتن قائد و رهبر به توی اندیشه نده که دیگه بس تو بس راه را ترک کنی. میشه خدا نخواسته پیغمبر ها خود به ایچی نبودن، معصوم بودن. میشه که رهبر خدا نخواسته منافق شوه. میشه رهبر از مسیر خود بگرده. میشه رهبر مسیر خود ترک کنه. حتی میشه مرتد شوه. حتی میشه کافر شوه. اما افرادش به این ملزم نیست که یا راه را رها بکنن و یا هم دنبال از امو رهبر کافر دوباره بروند. پس اینجا الله متعال کل مسلمان ها را یادآور میشه و دلداری میده که قد خلط به تحقیق گذشت، قد به تحقیق خلط گذشت من قبلکم، پیش شما سننون، بسیار راه های از دیگه پیغمبرا، فسیرو پس بگردین سفر کنین، فسیرو پس سفر کنین، فی الارض در زمین، فانظرو ببینین کیف کان عاقبت المکذبین، کسانانی که پیغمبر خود تکذیب کرده بودن حالتش چی شد، عادیات چی شد. اصحاب ایکه و شما نزدیک است ببینین، شما خو هر روز به طرف شام و به طرف سوریه فعلی شام وقت تجارت اکثر عربا در اون مسیر بود، از مسیر را میگذرین ببینین که عادیا کجا هست، سمودیا کجا هست، امو اصحاب ایکه کجا هست، یه او خود پالیتون در یمن در همجواری سعودی قرار داره، کسایی که تکذیب شعیب علیه السلام را کرده بود، فرعون، قوم فرعون ببینین که زمانی که تکذیب موسی را کرد الله به کجا رساندشان، و شما مکذبین ببینین شما از جمله مکذبین نشوین. هذا امی قرآن بیان للناس، بیان است به همه مردم، و هدن دیگه نام قرآن هدایت است، و موعظه پند است للمتقین بر پرهیزگارا، ولا تهنوا و شما ضعیف نشوین به سبب آن چیزی که تیر شد در احد، ولا تهنوا شما ضعیف نشوین، سست نشوین، از ترک جهاد نکنین، آن چیزی که به شما رسید در کجا؟ در احد. ولا تحزنوا شما غمگین نشوین پس از اینکه مصیبت برتان رسیده، و انتم الاعلون مطمئن باشین شما عالی هستین، شما بلند مرتبه هستین، ان کنتم مؤمنین، به شرطی که مؤمن باشین شما. این آیات بشارت بسیار زیاد به هر مسلمان است، ولی شرطی که در آخر میگذاره بسیار سخت است. صحیح است؟ مسلمان مطمئن باشه که نه ناکام میشه و نه هم غمگین و همیشه کامیاب است. خب به شرطی که مؤمن باشه. به شرطی که چی باشه؟ مؤمن باشه. مؤمن هم به ایمان، هم به قلب، هم به زبان و هم به عمل. مؤمن هم به زبان، هم به گفتار، هم به قلب و هم به رفتار. همه اندامش باید ملبس به ایمان باشه، زبانش به ایمان باشه، قلبش مملو به ایمان باشه، گفتارش به ایمان باشه، کردارش به ایمان باشه. اگر امی اوصافی که خاصه یک مسلمان است ایره مؤمن مسلمان سر خود پیاده کرد، خود را به صفتها موصوف ساخت، بفهمه که حتما کامیاب است، و هر وقتی که کامیابی را عدس داد بفهمه که چیز نواقص در ایمانش است. مثل جنگ احد، صحیح؟ زمانی که اطاعت پیامبر علیه السلام را اصحاب رسول الله صلی الله علیه و تعدادشان از سر کوگک پایین شدن، تپگک پایین آمدن، اوجا که پیامبر برشان گفته بود نروین، صحیح؟ پس ایمانا که نقص در کجا آمد؟
به ایمان آمد به خاطر که اطاعت پیغمبر از جمله ایمان است. سنس اطاعت اول الامر از جمله ایمان است. اطاعت ترک کردن الله متعال اونا را شکست داد به خاطر که توبیخ شد، با وجود که الله را بخشیده عف الله عنه طرف بر ما میه که الله اونا را بخشیده به او لغزش نمیگیرشان. سنس اونا صحابی پیامبر بودن علیه الصلاه و السلام و رضی الله عنهم اجمعین. پس الله متعال اما به اساس که شکست دنیایی را هم متوجهشان ساخت به این خاطر که اونا سرکشی از اطاعت پیغمبر کردن و سرکشی از اطاعت اول الامر خود کردن. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، شما کامیاب هستین، دست بالا دارین، ان کنتم مؤمنین، به شرطی که شما مؤمنین براستی باشین. این یمسس کن این دلداری است به مسلمان ها، آن چیزی که به شما دیگر رسید در جنگ احد به این غمگین نشین، ترک جهاد نکنین، بایی نگوین که همیشه دیگه ما شکست میخوریم. نه، شما ببینین کاکا به طرف پشت سر بکنین، پشت روی چیزی که تیر شده. اگر در این جنگ شما شکست خوردین، در جنگ بدر خود کفار شکست خورده بود. صحیح؟ این یمسس کن اگر رسیده با شما قرحون زخم، قرح چی مانا؟ زخم. فقط مثل قومه، با تحقیق رسیده به قوم پیش از شما در جنگ بدر، قرحون زخم مثل ازی، بلکه ازی که قوی تر، بلکه ازی که چی بود؟ قوی تر بود، به خاطر که در اینجا 70 نفر از شما شهید شد، ولی در بدر از اونا 70 نفر کشته شد و 70 نفر اسیر. و تلک الایام و ایست روزها نداولها بین الناس، که ما میگردانیم ایره در بین مردم. تاریخ است سرگردان، دولچه عرب، دولچه عرب، گای پر گای خالی، گای بنفی یکی گای بنفی دیگه. امو بود که ابو سفیان در جنگ صدا کرد که الحرب و سجالون، وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفت که شما در چیستین؟ در بدر 70 نفر کشته و زخمی دادین و در اینجا 70 نفر از ما تنها شهید شده. چی گفت ابو سفیان صدا کرد که الحرب و سجالون، حرب سجال است مثل دورچه عرب، گای به ما گای به شما. صحیح؟ ولی در مقابل پیامبر علیه السلام حضرت عمر میگه جواب بده، حضرت عمر برش میگه که قتلانا فی الجنه و قتلاکم فی النار، کسایی که از ما کشته شده در جنت است و کسایی که از شما کشته شده مردار شده در کجاست؟ در دوزخ. ولی یعلم الله، تا ای که تمیز بکنه الله متعال نشان بده به مردم الذین آمنوا. گفتم ما براتون سابق گفته بودم که هر وقتی که نسبت علم به الله شوه الله میدونه حتما، ولی علم خود را تمثيل ظاهری شب مردم بکنه. صحیح؟ به مردم نشان بده. ولی یعلم الله، تا که بدانه الله متعال و میدانه به مردم ظاهر بکنه الذين امنوا، کسانان را که تمیز بکنه، جدا بکنه، نشان بده، نشانداری بسازه الذين امنوا، کسانان را که ایمان آوردن و یتخذ، و دیگه الله بگیره از شما شهدا ان گواها، شهدا گواها، از شما شهید بگیره. شاهد شهید به این خاطر میگه که گواه است، شهید را به می خاطر شهید میگه که چیست؟ گواه است که الله تو حاضر باشی، تو شاهد باشی که ما به خاطر خون خود برای تو تیر شدم و می خواهیم که دین تو همیشه در زمین چی باشه؟ مسلط باشه. ولی یعلم الله، تا ای که الله تمیز کنه کسانان را که ایمان آوردن و یتخذ، بگیره الله منکم از شما شهدا ان شهیدا، شهید کی است؟ پسان برمومیه. والله، الله کی است؟ لا يحب الظالمین، دوست نداره ظالمان را. ولی یمحص الله الذین آمنوا، و ای که محص بکنه، جدا بکنه کسانان را که ایمان آوردن، کامیاب بکنه الله، جدا بکنه، تمیز بکنه، سربلند بسازه کسان را که ایمان آوردن. و یم حق الکافرین، و محو نیست و نابود بکنه کافرها را. آل خو، شما که در جنگ احد با شما یک چیز، یک کم زخم و کم شهادت و یا رسید، آیا به این خاطر دیگه شما میخواین که امت و جنت مفت کلزی بخورین؟ نه، امتهای گذشته را ببینین که چقدر زیاد اونا برشان چی رسیده؟ برشان رسید. و آیات متعددی به ایمان است. ام حسبتم، آیا شما گمان میکنین ان تدخلوا الجنه، که شما داخل شوین جنت، به جنت برین ولی در پایتون خارم نخریده باشه؟ ای تو نمیشه. اگر جنت میخوایی خامخا مشکلات روزگار دنیا را باید چی کنی؟ متحمل شوی. و من خاطر است که بار حدیث خواندم که حفت الجنه بالمکاره، حفت الجنه بالمکاره و حفت النار بالشهوات، چار پیر کرده شده جنت به مکاره. اگر جنت میخوایی مشکلات دنیا را کلش متحمل شو، سختی هایش متحمل شو، از الله عافیت بخوا، همیشه از الله عافیت بخوا. اما اگر الله برد در مقابل سعی و تلاش و دعوت تو
مشکلات به تو رسان، باز تو صابر باش، باز تو صابر و شکیبا باش، باز تو ترک مسیر و ترک راه تا نکو. ام حسبتم، آیا شما گمان میکنین ان تدخل الجنه، ای که شما داخل شوین به جنت، ولما یعلم الله، تا وقتی که الله جدا نکرده نگرفته از شما کسانان که الذین جاهدوا، کسانان را که جهاد کردن منکم از شما، و یعلم الصابرین، و جدا نکرده باشه صابرا را. کی جهاد کرد به خاطر مال او هم جدا شوه، کی ها در جهاد با وجود مشکلات خود صابر شدن و هم جدا شوند. کسایی که برشان کمک ضرر رسید گفتن نه دیگه جهاد نمیکنیم، و در آن وقت که مشکلات دیدن از امور مسیر حتی به جنگ احد نرفتن. عبدالله بن ابی و امثالش چی شد؟ جدا شدن، رفتن جنگ نکردن. گفت که قالو لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ما جنگ را میدانستیم میرفتیم امرایتان، ولی ما ضعیف هستیم، بیچاره هستیم، دیگه ما را به جنگ چی؟ ما میریم در مدینه پیش خانه خود، صحیح در خانه خود میباشیم. پس اینجا هم میگه که ولما یعلم الله، تا وقتی که الله تمیز نکرده کسانان را که جهاد میکنه شما، و یعلم الصابرین، تمیز کنه که صابر کی است، پس پادشاهی سلطنت کامیابی از آن صابر هستند. در جای دیگه الله متعال اینطور میفرمایه که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم، پاره دو بار ما تیر شد. آیا شما گمان میکنین که داخل جنت شوین و نامده سر شما آن چیزی که سر امت های گذشته آمده؟ مستهم البأساء والضراء، رسید به امت ها سختی ها و مشکلات، و زلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. عمی قسم در جای دیگه میگه که الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ای یقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا منكم ويعلم الكاذبين. تا که الله راستگوی را از دروغگوی چی کنه؟ جدا کنه. به مثل دید در قرآن کریم بسیار زیاد است. امی قسم در شما هیچ وقت روبرو شدن دشمن را نخواهید، خب؟ همیشه از الله عافیت بخواهید. حدیث را امرای خود بگیرین. در بخاری و مسلم یک حدیث است که پیامبر علیه الصلاه و السلام میگه که لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، هیچ وقت شما نخواهین روبرو شدن امرای دشمن را، هیچ وقت نخواه که امرای دشمن جنگ کنی، به خاطر که جنگ خامخا مشکل است، باز نشک نتانی. خو اما اگر برابر شدی فاصبروا وسل الله العافیه. لا تتمنوا لقاء العدو، شما تمنا نکنین، امیدوار نباشین برابر شدن با دشمن. وصل الله عافیه العافیه، و شما همیشه از الله عافیت بخواین. اما فاذا لقیتم فاصبروا، هر وقت که باز روبرو شدین با صابر باشین، شکیبا باشین. فاصبروا فاعلموا و یعلموا، بدانین که ان الجنه تحت ظلال السیوف، امی جنت زیر سایه شمشیر هاست. اگر جنت کسب میکنی با جنت در زیر سایه چیست؟ شمشیر است. دیگه یاد میکنه سر مسلمان ها، ای مسلمان ها، شما خو در مدینه که بودین میگفتن میریم با جنگ احد تا که شهید شویم، ای چه قسم ای تمنای مرگ میکردین؟ کال شما از مرگ میترسید. ولقد کنتم، و بودین شما تمنون الموت، تمنا میکردین مرگ را، من قبل پیش ازی ان تلقوه، پیش ازی که روبرو شوین شما امرای مرگ، ان تلقوه، پیش از این که شما روبرو شوین، ملاقاتتان شوم رای مرگ، این آل مرگ در جنگ احد آمد، چرا می ترسین شما؟ چرا پیغمبر را ترک میکنین به طرف کوه بالا میشین؟ پیغمبر شما را میگه که بیا شما نگریزین، بیاین امرای دشمن جنگ بکنین، ولی شما به کوه بالا میشین از ترس مرگ. فقد رأیتموه، به تحقیق آل شما دیدین، فقد رأیتموه، به تحقیق شما را نشان دادم، رأیتموه، شما را الله میگه من نشان دادم اینمی مرگ را، و شما دیدین مرگ را، و انتم تنظرون، و شما نظر میکردین به طرف مرگ، به طرف مرگ میدیدین. پیامبر علیه الصلاه و السلام در غزوه احد، در غزوه احد فضیلت شهادت و جهاد زیاد گفت و گفت و گفت، در دست یک صحابی رضی الله تعالی عنه چند دانه خرما بود. وقتی که پیامبر علیه الصلاه و السلام گفت که وقتی که شهید میشه و اینطور درجه برش میوه، من خصلت های شهید که من پیش براتون گفته بودم بیان کرد، یک دفعه صحابی خیست، تازه عروسی هم کرده بود، همین چند دانه خرمای دیگر او طرف انداخت، رفت در میدان جنگ، گفت که اینقدر فضایل که در جهاد و در جنگ باشه، دیگه این چند دانه خرما که مرا از دخول جنت باز میداره، ما ضرورت ندارم که قدر وقت ما در خرما خوردن تیر شوه، فقط چند لحظه خودم نخواست که در دنیا تیر شوه، رفت در جنگ کرد تا که شهید شد. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول،
اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. دای آیه چند آیاتی که متواری است، دای ای هم در غزوه احد نازل شده، زمانی که شیطان علیه اللعنه آواز کرد که پیامبر علیه السلام محمد چی شده؟ شهید شده. و دوجا بالاخره او یک کسی بود از مشرکین که او آمد و گفت که ما پیغمبر را چی کردیم؟ پیغمبر را کشتیم. ما خودم پیش ابو سفیان آمد گفت که ما پیغمبر را کشتیم. در اینجا بود که الله متعال ای آیات را نازل کرد به خاطر دلداری مسلمان ها، به خاطر که مسلمان ها زمانی که شهادت حضرت پیامبر علیه السلام را شنیدن یک تعداد زیادشان سست شدن و سست به این شدن که این دیگه آل پیغمبر که هم بود شهید شد، پس نشه که دین ناقص بمانه، پس دین ناقص بمانه. نه، الله متعال میگه که محمد نیست مگر فرستاده خدا. آیا اگر محمد کشته شوه یا به مرگ خود وفات شوه، آیا شما انقلبتم علی اعقابکم پشت سر میگردین؟ و هر کسی که پشت سر کشی گشت، یعنی پس مشرک و مرتد شد، بفهمه که به الله هیچ ضرر رسانده نمیتونه، هیچ ضرر رسانده نمیتونه. بفهمه که همه ضرر فقط و فقط متوجه خودش است، نه متوجه الله میشه، نه متوجه ذات الله میشه و نه متوجه دین الله میشه. یک گپ. دوم گپی که زمانی که پیامبر علیه السلام وفات کرد در مدینه منوره در سال چندم هجری بود؟ دوم هجری. بالاخره پیامبر علیه السلام دنیای فانی را ترک گفت و در 12 ربیع الاول در اون سال که تولد شده بود، در اون روز که تولد شده بود، در اون روز دوباره وفات شد که ما به نام مولید میگیم روز، نه؟ در تاریخ به نام چیست؟ روز میلاد یا روز مولود است. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به طرف نست یا به جایی که طرف عوالی میگن تقریبا 2-3 کیلومتر از مدینه منوره از مسجد نبوی فاصله داره، او طرف رفته بود. دیگر روز بود که آمد در مدینه، داخل مسجد شد که کلگی چپ است، همگی چپ است، با هیچ کس گپ نزد. دایی که داخل خانه شد، در داخل خانه پیامبر علیه السلام دمو جایی که حضرت عایشه بود، دید که پیامبر علیه السلام با جامعه مبارکش تودادگی است و وفات کرده. روی رسول الله صلی الله علیه و سلم را ابو بکر صدیق جامعه پس کرد، از پیشانی مبارک پیامبر علیه السلام بوسه گرفت و گفت که قسم به خداست که الله بالای تو دو مرگ را یک جای نمی کنه و یک مرگ که هیچ کس از او گریزان نبود امی مرگ بود که به تو رسید، به تو رسید. این را گفت از دروازه مسجد برآمد. برآمد دید که در او طرف حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شمشیر خود گرفته و کشیده و استاد است و میگه که کسی که بگوید که محمد مرده، ما او را امرای شمشیر خود میکشم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به حضرت عمر میگه که اجلس یا عمر، عمر بشین. ولی عمر گپ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مجمعین را هم قبول نمیکنه، به مو شدت میگه که من قال قد قتل محمد، یا مات محمد، کسی که یک محمد کشته شد یا مرد، ما او را میکشم، گردنش را میبرم. حضرت ابوبکر صدیق در این طرف استاد میشه، حمد و ثنای الله را میگه و امی آیت را میخوانه که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول. زمانی که آیت را میخوانه، مردم توجهش از عمر فاروق رضی الله عنه دور میخوره، کلگی به طرف کی میشه؟ ابوبکر صدیق میشه. و بعد از او حضرت عمر رضی الله عنه قسم میخوره، میگه تا وقتی که ابوبکر صدیق آیت نخوانده بود، ما گمان نمیکردم که آیت در قرآن باشه. تعداد زیادی از صحابه بود که میگفتن با مرگ پیامبر علیه السلام ما آیت فراموش کرده بودیم که آیت در قرآن باشه، در قرآن تو آیت باشه که از مرگ پیغمبر پیش از پیش بر ما گفته باشه که محمد خامخا یک روز میمره، نیست محمد مگر بنده خدا. در اینجا حضرت عمر میگه ما بالاخره مال لرزه گرفت، شمشیرم به زمین افتید و خودم هم به زمین افتیدم. ابوبکر صدیق گفت من کان یعبد محمدا فانه قد مات، اگر کسی بود که محمد عبادت میکرد، محمد وفات کرد. و من کان یعبد رب محمد یا اله محمد فان الله حی لا یموت، اگر کسی پروردگار محمد را،
خالق محمد را، اله محمد را عبادت میکنه، او زنده است نمیمیره. امیز که بالاخره مردم کل لگی جمع میشه با گرد ابوبکر صدیق و امید تشویش از مردم خلاص میشه و پیش از اینکه پیامبر علیه السلام را دفن بکنن در مسئله خلافت تصمیم میگیرن که باید جانشین پیغمبر کسی باشه. چیز بنی ساعده، ثقیفه بنی ساعده رضی الله تعالی عنه اونجا جمع میشن که یک موضع بود. بالاخره در اونجا بیعت میکنن و مردم انصار، کسایی که از مردم من انصار بود، اونا همینطور اول یک شکشوکه داشتن که باید امیر از انصار شوه، به خاطر که مردم مدینه هم مالدار است و هم زیاد زحمت زیاد کت پیغمبر کشیده، باید خلیفه از ما باشه. در اینجا حضرت عمر رضی الله عنه در اونجا میگه که خلیفه باید از قریش باشه. شما انصار خود اینجا بودین ولی کل زحمات خود قریش چی آمد؟ بالاخره قریش بود که آمد در اینجا. در اینجا حضرت یک کسی از جمله انصار میخیزه، بالاخره میگه که منا الامیر و منکم امیر، خیلی تو شوه که یک امیر از ما باشه، از انصار یکی هم از مهاجر باشه. در اینجا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگه که قسم است، ما بس حدیث روایت میکنه که ما از پیامبر علیه السلام شنیدیم که الائمه من قریش، امام باید از کی باشه؟ از قریش باشه، باید قرشی باشه، از مکه باشه. در اینجا است که بالاخره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با ابوبکر صدیق میگه که دست تبت که ما با تو بیعت میکنم. دست ابوبکر صدیق به زور میگیره، همراهش بیعت میکنه. دیگه مردم هم انصار کلگی چپ میشه، خلیفه مسلمانا کی تعیین میشه؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه تعیین میشه. و بعد از اینکه خلیفه تعیین میشه، بعد از این باز به خاطر دفن و غسل پیامبر علیه السلام باز آمادگی گرفته میشه. پیغمبر غسل داده شد در مجای خودش بدون که کالاش کشیده شوه، کالای انبیا علیه السلام از جانشون کشیده نمیشه. پس در مجای که وفات کرده بود، در مجا بجا کجا چی شد؟ دفن شد. و تمام مردمی که بود حاضر کلگی جنازه را خواندن. طبیعی است که جنازه کلگی نمیتونه که یک دم بخونه، گروه گروه میامدن و میخواندن. حتی ملائکه با جمع دستبندی آمدن و نماز چه جنازه را خواندن و رفتن، خواندن و رفتن. یک علتی که علما استدلال میکنه خواه، و انشالله جای دیگه هم برای ما میه در جای خودش خویی جه هم پیش از بیش برات میگم که خضر علیه السلام پیغمبر بود نبود یا وفات کرده نکده، از امیجا معلوم میشه که وفات کرده. چرا؟ به خاطر که ابن حجر عسقلانی در شرح بخاری میگه اگر خضر زنده می بود، خضر مشهور است ولی اصل نامش خضر است، خضر، اگر خضر زنده می بود باید در اینجا صحابه می دید که خضر آمد و جنازه پیامبر علیه السلام خان. سعیس به خاطر هر کسی که زنده بود در دنیا بود آمد جنازه خان، آمد جنازه خان. اگر بگو عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام وقت است که الله ورش تعیین کرده که باید از آسمان چهارم از اون وقت پایین شوه که دجال بیرون میبره، این مأمور به پایین شدن در دنیا نبود، نیامد و نخوان. دیگه از این معلوم شد که پیامبر علیه السلام وفات کرده. تعداد از بدبختای جاهلای ما آلیم به این نظر است که پیغمبر نمرده، پیغمبر نمرده، زنده است. و گویا که پیغمبر حتی که میگه جسم نداره، سایه نداره، از نور آفریده شده. این کلش دروغ است. پیغمبر علیه السلام از خاک آفریده شده. خودش میگه که الا کلکم بنو آدم و آدم من تراب، آگاه باشین که هر کدام تو شما از خاک، از آدم آفریده شدین و آدم از خاک آفریده شده. هر کس اولاد آدم است. و شک نیست که پیامبر علیه السلام یکی از جمله اولاد آدم بود، به خاطر که روز حدیث براتون گفتم که میگه انا سید ولد آدم ولا افخر، ما بهترین اولاد آدم هستم ولی فخر نمیکنم. پس امو بدبختایی که میگه که پیغمبر از نور آفریده شده، که ای هم نشأت کرد بدبختانه که زیاد از فرقه ها از طرف پاکستان و دیگه جای برمای نشأت کرد. و در اونجا یک گروه برآمده به نام بریلوی. بریلو یک جای هست در طرف تقریبا لاهور، یا اونا به این عقیده هستند که پیغمبر از نور است، پیغمبر جسم نداره، پیغمبر سایه نداره. و در هر جایی که نام پیغمبر بگیری پیغمبر حاضر میشه. اعوذ بالله، پیغمبر محمد علیه السلام بهترین مردم، بهترین اولاد آدم و افضل اشرف المخلوقات هست، اما از نور نیست، اما بشر است، سایه داشت، جسم داشت، میخورد، مینوشید. قرآن کریم به زبان خودش میگه که قل انما انا بشر مثلكم، بگو پیغمبر من نیستم مگر یک بشر به مثل شما، یک بشر به مثل شما. پیغمبر بازار میرفت، پیغمبر زن میگرفت، پیغمبر وفات کرده اونجا قبرش است علیه السلام. پس صفات خدایی را به کی میتن؟ به پیغمبر. غلو میکنن در مورد اوصاف پیغمبر، و غلو در دین نیست. و
و پیامبر علیه السلام بر ما میگه که شما در مورد ما غلو نکنین، مثل که عیسویا در مورد کی غلو کردن؟ در مورد مسیحیا، در مورد عیسی علیه السلام. ولیکن قولوا عبد الله و رسوله، ولیکن شما بگوین که عبد الله هست و بنده خدا هست. پس نه مرتبهش کم بساز، نه به خدایی برسانید. باز امی بدبختایی که عالم میگه که گویا پیغمبر از نور است و در هر جا حاضر میشه، در مسجدای خودشان که بیری در بغل محراب در اینجا باز یک دونه لنگی عمامه هم تو تودادگی اینجا ماندگی است. و این حکمتش که پرسان کنی به این خاطر میگه این عمامه است که پیغمبر میاد نماز می تا بازی را در سر خود میکنه. صحیح است؟ ولی بدبخت اگر پیغمبر میاد اینجا علیه السلام حاضر میشه، تو خی چرا امامت میکنی؟ پیغمبر را پشت سرت استاد میکنی. خیبان که باز پیغمبر نماز میده، تو پشت سر پیغمبر نماز بخوان. جای به پیغمبر استا اعلام میتی. و در نماز وقتی که صف میشه میگه را الهی بتن، این طرف هم صف میگیره، این طرف هم صف میگیره، دای جمی اینطور میگه حالا پیغمبر میاد. باز پیغمبر که آمد خود عزیزی که خدا میدونه وضو داره نداره، نماز میته و پیغمبر هم پشت سرش استاد است، میگه پیغمبر آمده ولی نماز خودش میته. خی کمال بی ادبی است تو هست، کمال بی ادبی است تو هست. نشانه های به خود جور کردن در دنیا که نمی نشانه های است که هر کس به می قسم بود نه، از جمله نشانه ها یکی لنگی های سبز است، لنگی های سبز است که در سر خود بسته میکنن و میگن که گویا ما خود را شبیه میسازیم به مو قبه که در سر قبر پیامبر علیه السلام است. اول خود تو از تاریخ خبر نداری، او قبه صدها سال بعد از پیامبر علیه السلام، بلکه قرنها بعد از وفات پیامبر علیه السلام جور شده. صحیح است؟ او قبه در زمان خلافت، در زمان ابوبکر صدیق، در زمان عمر، در زمان حضرت عثمان، در زمان حضرت علی، در زمان حسن و حسین دیگه خلفا جور نشده و پسان قرنها بعد و یک قبه جور شد، رنگش سبز کرد. این خو معلوم دار نیست که تو قبه را رنگ میکنی به قسم رنگ سبز، تو باید لنگی هم چی بپوشی؟ سبز بپوشی. پس شما در دین غلو نکنین. خواه در دین هر آن چیزی که از پیغمبر ثابت بود برش، هر صفت و خودش بتین. بین که دیگه گپ زیاد است، خود هر جای ان شاء الله کم کم اشاره میکنیم. و ما محمد الا رسول، نیست پیغمبر محمد علیه السلام الا رسول مگر فرستاده خدا. قد خلت به تحقیق گذشته من قبله پیش از پیغمبر الرسل زیاد پیغمبرا، افا اماتا آیا اگر پیغمبر وفات شوه، او قتل آیا کشته شوه، این قلبتم آیا شما بر میگردین، علا عقابکم بمو پشت سرتان، و من کسی که ینقلب بر بگرده علا عقبیه با پشت سرش. عقب ما گفتیم که کوری پای میگه پشت سر، پس با پشت سر گشتن یعنی دوباره مرتد شوه. فلن یضر الله، پس هرگز ای ضرر رسانده نمیتونه الله را، شیئا به هیچ چیزی. و سیجزی الله، و زود است که الله پاداش بده الشاکرین شکرگزارا را، کسی که شاکر به نعمت الله هست. و ما کان لنفس، و نیست به هیچ نفس مناسب نیست ان تموت که بمره در وقتی که خودش بخواه، الا به اذن الله مگر به اذن رضای الله. پس الله عمر پیغمبر هم که تعیین کرده بود که 63 سال باید عمر بکنه، 63 سال عمر کرد وفات شد. صحیح؟ چقدر عمر کرد؟ 63 سال. در سن 40 سالگی به بعثت پیغمبری مبعوث شد و 23 سال دعوت کرد، 13 سال را در مکه تیر کرد و 10 سال را در مدینه. 10 سال در مدینه، تقریبا یک چیز کم 13 سال را در مکه تیر کرد که 13 سال علما میگه، و چیز بیشتر از 10 سال که 11 سال نشده بود در مدینه منوره گذاشتانده. الا به اذن الله مگر به اذن الله، کتابا تاکید میکنه عجل وقت فرض مؤجلا تعیین کرده شده. و من یرید، پس کسی که بخواه اراده کنه ثواب دنیا، امو پاداش دنیا را الله ورش میده. اگر دنیا میخواهی الله برات دنیا میده. و من یرید ثواب الاخرت، و اگر کسی بخواه ثواب آخرت را، نؤتیه منها الله ورش میده، ثواب آخرت هم الله ورش میده. و سند ز شاکرین، و زود است که پاداش بتیم شاکرین را. شاکرین را ما چی میتیم؟ پاداش میتیم. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، و که ای اتر میخوانی خو، و کم من نبی، و کم من نبی، ترجمهش اینطور میکنی، البته که تو رقم نمیخوانی، ولی ترجمه لفظ را امی رقم، یعنی که و که این خلاصه کرده شده، و کم از کم خبریه، چقدر زیاد از پیغمبرا، من نبی قاتل معه، جنگ کرد امرای ازی، ربیون کثیر، اصحابش بسیار زیاد. امرای ازی بسطها و هزارا کسایی بود که جنگ کردن، یعنی در خدمت پیغمبرای خود. فما وهنو، پس ایشان سست نشدند. فما وهنو و ای فما ضعفو، یا چی نشدن؟ سست نشدن. لما اصابهم، با آن چیزی که برشان رسیده بود،
با آن چیزی که برشان رسیده بود. فی سبیل الله در جنگ و ما ضعفوا و یا ضعیف نشدن و ما استکانوا و شکست نخوردن مرتد نشدن. مستکانو را ایده از مفسرین با ارتداد تعبیر میکنه و مستکانو و نشد که پس از وفات پیغمبر یا از بین رفتن پیغمبر یا شهادت پیغمبر یا چی شون یا مرتد شون و ما دعوفو به قتل نبیهم ضعیف نشدن اینا به قتل پیغمبرشان و مستکانو میگه که فمرتادو اینا مرتد نشدن. این روایت است از کی؟ از ابن عباس رضی الله تعالی عنه. عن بصیرتهم ولا عن دینهم، نه از بصیرتشان و نه هم از دینشان آن چیزی که رسید برشان و او چیزی که گفته بود پیغمبرشان با اونمو راه رفتن تا ای که به پیغمبر خود پیوست شدن. قال ابن عباس رضی الله عنه میگه که فمستکانو مرادش ای تخشعوهو، بعد از این باز اینا دیگه نترسیدن، خشوع و عاجزی داشتن از الله ولی از دشمن نترسیدن. و ما کان و قال صدی میگه که و زید میگه که و ما ذلوا و اینا ذلیل نشدن، خوار نشدن. فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله يحب الصابرین، الا دوست دار صابرارا. و ما کان قولهم، نبود امی گفتارشان الا خو مگر بود ان قالوا، که همیشه میگفتن ربنا ای پروردگار ما افرغ علینا، ارزانی کو بر ما، برزان بر ما، ببخش بر ما گناه های ما را، افرغ دور کو، اغفر لنا، بیامرز بر ما ذنوبنا گناه های ما را، دور بکو از ما گناه های ما را، و اسرافنا امو زیاده روی ما را، فی امرنا من الله ای در دین الله، و ثبت اقدامنا و ثابت قدم بکو قدم های ما را، و انصرنا ما را نصرت بته، علی القوم الكافرین با قوم کافر. فاتاهم الله، پس الله برشان داد ثواب دنیا، هم ثواب دنیا را و حسن ثواب الاخره، و هم پاداش نیکی آخرت را، هم دنیا را الله برشان داد بالاخره و هم آخرت را، هم غنایم بیشماری از کافرها گرفتن و همین قسم آخرت را هم جنات الله برشان نصیب کرد. اگر به خدا چنگ بزنیم، بر اسمان الله چنگ بزنیم، از الله هر چیز بخوایم، بفهم که الله پیشش بسیار آسان است و هر چیز برات میده. اگر دنیا را خواستی، خوی قاعده است، اگر دنیا را خواستی، الله دنیا را برات میده، از آخرت محرومت میکنه. اگر آخرت را خواستی، الله خیر آخرت و خیر دنیا را هر دو را برات میده. پس همیشه شما چی بخواین؟ آخرت. از امون خاطر است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار خواندیم. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که شما ایمان آوردین. در اینجا اینطور ما آیات عنوان میگیریم که منع میکنه ما را از اطاعت کفار. آیت بر ما آمده هر وقتی که اگر در جای ما گپ زدیم در کدام خطبه میگیم که آیه کریمه ما را منع میکنه از چی؟ از اطاعت کفار و اسبابی که حاصل میشه، حاصل شده در اسباب در احد، هم از نصرت و هم در از چیز از هزیمت. در این آیت بر ما او را بیان میکنه. این مجلسی قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. این مجلسی قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. ای حافظان دین ما، ای وارثان انبیا، حفظی کلامی با صفا، بادا مبارک بر شما. تفسیر قرآنی خدا، درسی حدیثی مصطفی، گویان به تو ای پارسا، بادا مبارک بر شما. این مجلس قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. ای حافظی خوشخوان تویی، خوشخوان و خوش الهان تویی، خواننده ی قرآن تویی، بادا مبارک بر شما. قرآن کلامی آن خداست، وی از لسانی مصطفی است، در سینه ای تو جا بجاست، بادا مبارک بر شما. این من